حضور زنان در نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت در کابل. در نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت که از سوی وزارت صنعت و تجارت در کابل برگزار شد، 200 غرفه برای زنان متشبث و صنعتکار اختصاص یافته است. این نمایشگاه روز یکشنبه 23 ثور با حضور مقامهای امارت اسلامی و نمایندگان کشورهای همسایه به هدف رشد تولیدات داخلی برگزار شد. نمایشگاهی که اینجا تدبیر گردیده که ما فعلا حضور داریم در حدود 800 غرفه است که از این میان 200 غرفه برای خانم‌ها تخصیص داده شده و این 200 غرفه اکثرا صنایع دستی، صنایع زراعتی، حاصلات زراعتی و در بخش‌های مختلف مثل صحت، مسائل اجتماعی، مسائل تجارتی که اینا دستاوردهای دارن تمامش برای نمایش می‌گذارن. زنان از این که در این نمایشگاه حضور پیدا کردند ابراز خرسندی میکنند. ما را خیلی این نمایشگاه که برگزار میشه خیلی به ما کمک میشه که مردم میبینه، پرسان میکنه، چیزای ما را خریداری میکنه، بر ما خیلی رشد میکنه و کمک میشه. زنان در این نمایشگاه صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند. آنان خواستار حمایت از سوی حکومت در این بخش هستند. و هدف از این که ما در این نمایشگاه شرکت کردیم تا بیاییم همین محصولاتی که در خود کشور ما تولید میشه به هموطنان ما به نمایش بگذاریم. و خواسته ما از دولت ایدالتی است که برای ما چی در خارج از کشور چی در داخل از کشور همچنین نمایشگاه برگزار کند. در این بخش هایی که به خانم ها بیشتر حمایت صورت میگیره ما دوست داریم که در بخش حکاکی هم توجه صورت بگیره. عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزرای امارت اسلامی در این نمایشگاه گفت که نقش سکتور خصوصی در رشد تولیدات ناخالص داخلی مهم است. نقش صنعت در تولید ناخالص ملی و یا جی دی پی رول مهم را می داشته باشد. تقویت صنعت برای اشتغال زایی در کشور نیز. هرچند بخش بزرگ کار زنان از دستگاه های دولتی و ادارات خصوصی از بین رفته است، اما هنوز هم زنان در بخش تجارت کم و بیش فعالیت می کنند.